آقای صادق لوجیکی خواهش کنم که چند کلمه این سوال کنم. با حضور عرض سلام و عرض تسلیت به جامعه هنری و خانواده ناصر. وقتی ما هنرمندا یکی از میان ما میره، وقتی سنش زیاد باشه، ما بزرگتر باشه، خب غم دلمون رو میگیره میدیم. ولی وقتی آدم همدوره های خودش و کسانی که همدوره بودن و بزرگ شده با هم از دست میره، یه وحشت دیگه هم دل آدم رو میگیره، یه غم بزرگتری و خاطراتی رو که داشتیم. ناصر با همسود فوق‌العاده‌ای بود و تنظیم کننده فوق‌العاده‌ای و نوازنده. هنرمند ها میدونه دو دسته هستن، کسانی که به مدرسه موسیقی رفتن و یاد گرفتن، کسانی که مدرسه نرفتن و خودجیش یاد گرفتن. ناصر از دسته دوم بود. اینها رو در اصطلاح بهش میگن جنیس، نابغه. و نکته جالب در مورد ناصر بود که دل و جرأتش هم خیلی زیاد بود. و خب هم دوره‌هاش که همسن سال هم هستیم، ما با ناصر یه جوری میترسیدیم که شروع بکنیم، ولی اون کسی که روی شاد واقعا از همه 15-16 سالگی که ما موسیقی رو شروع کردیم، به صورت حرفه‌ای هم شروع کردیم، خیلی اصرار داشت کاری که خودش میکنه ما هم بکنیم. و ارکستر نوشتن چیزی بود که کار آسونی نبود و ما میترسیدیم، و ناصر خیلی با جرأت این کار را انجام داد. از همون 16 سالگی شروع کرد و به من خیلی اصرار داشت و میگفتم بکن، چرا شروع نمیکنی؟ میگفتم که من میترسم، من میخوام یه چند تا کار ازم بیاد بیرون بعدن شروع کنم. و میگفت نکن، منتظر نشو، ببین من خودم شروع کردم، آهنگ اول دوم خراب شد، سومش خوب شد. و دلش میخواست رفیقاش پیش رفت. چیزی که من الان داغ میکنه اینه که این آدم عاشق همکاراش بود و من واقعا فکر کنم از دست دادمش. یه رفیق خوب، کسی که از همون 18 سالگی که پشتیبان بود و ما رو حول میداد برای پیشرفت، نمیخواست فقط خودش جلو بره. و به هر حال روح شاد و ازش یه دختر 16 ساله باقی مونده که او هم یکی از نوابغ موسیقیه، ویالون بسیار عالی میزنه، رعنا دخترش. و ای کاش ما نزدیک بودیم و میتونستیم کاری برای دخترش انجام بدیم. و خدا صبر و قربانی بده به همسر ناصر، و میدونم راه سختی رو داره که این دخترش رو به سرانجام برسونه. من مطمئنم این دختر یکی از نوابغ موسیقی دنیا خواهد شد. من دیگه عرضی ندارم. ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. ناصر چشم‌آذر. در نبرد تن به تن سخت و روح و جان مغلوب غربت نشد، سرانجام به سرحدات خانه پدری و مام وطن بازگشت. با کول باری از رنج، مرارت و خستگی مانده از سالهای سال بیخبری، هجرت و عصیان. با این همه اما رهاورد سفرش تنها عصیانی بود که در ذهنش حک شده بود، عصیانی که سالها بعد با اتکا به قدرت عشق شیرینش به
به تدریج فوران کرد و باران عشق بارید. رعنا این غزال بیمانندش که آمد، چراغ امید بار دیگر در وجودش روشن شد. تا توانست کار کرد و ساخت، از عشق با سرپنجه های احساس بر روی کلاویه ها ریتم گرفت و باران عشق تا ابد در وجود دوستداران او باریدن گرفت. در همه این سالها به مدد عشق شیرین و تولد رعنایش، ققنوسوار خودش را از خاکسترش بازآفرید. بعد از این حزن صدای رعنا، نوت‌های نوشته و نانوشتهش و همه باران‌های عاشقانه موسمی خاطره‌اش را در ما زنده و جاوید نگه خواهد داشت. در این شب کو تا میشه دلدار.